صدای کسوفی شوید میکشد او اگر دتار سید غفار را قابوشم ملائکه های آسمان هم یک رقم بدر بیتاب نمیدنگه ملائکه های آسمان هم یک رقم بدر بیتاب نمیدنگه. اگر کسی بیادبی میکنه در مقابل پیغمبر، بیادبی میکنه در مقابل الله، بیادبی میکنه در مقابل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیادبی میکنه در مقابل مسجد، رشخند میزنه سر ریش، رشخند میزنه سر لباس اسلامی، رشخند میزنه سر حجاب، رشخند میزنه سر قرآن، فکایی میگه سر مقدسات، باز این نفر کافر میشه. ملائکه آسمان هم یک رقم قدر بیتابه میکنه بگه. دو تا مجلس های کفری که کفر گفته میشه، توهین به مقدسات میشه، در این مجلس ها نشینیم تا که از این سخن ها یا دوری نکنن. خب اگر شیشتیم، الله متعال میگه اگر شیشتیم این نکم اذن مثل هم، حکم شما هم باز مثل حکم از اونا هست، شما هم مثل از اونا ورد روز قیامت در جمله کافرها حساب میشه، ولو که تو تنها شیشتی و گوش گرفتی. یک شخص سر پیغمبر و سر اصحاب پیغمبر استهزا کرد، رشخندی کرد، مسخرگی کرد، آیت قرآن نازل شد که ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. وقتی از پیش از اونا پرسان کنیم چی میگن؟ میگن ما مستی میکنیم، مذاق میکنیم، ساتری میکنیم. قل بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون قد کفرتم بعد ایمان. شما چی شدین؟ کافر شدین. وقتی یک مسلمانی که لا اله الا الله و محمد رسول الله میگفت و در صف صحابه داخل شده بود و از جهاد هم فست برگشته بودن، اینمی شخص یک بیادبی در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد، ای از دایره ایمان خارج شد و بهش گفت که قد کفرتم بعد ایمان، شما بعد از ایمان هم کافر شدید. بها نعطى جنان.